بیشتر بدانید تا سالم زندگی کنید در نبض سلامتی صبح و زندگی با بخش های نسخه سخت و ساز و تازه طبی امروز هم می خواهیم که در مورد حمله قلبی بر شما هموطنان عزیز ما معلومات خود را شریک بسوزیم مشکلی که یک تعداد از مردم در طول زندگی خود چندین مرتبه ممکن تجربه بکنند و گاه اوقات هم سبب ایجاد مرگ در نزد افراد می شود که حمله قلبی چی هست کدام عوامل و فاکتورها در قسمت ایجاد حمله قلبی می توانند نقش داشته باشند راه های پیشگیری از حمله قلبی کدام ها است و افرادی که به حالت مساب هستند چگونه باید تحت درمان و تداوی قرار بگیرند تمام ام این موارد را می خواهیم صحبت بکنیم با دکتر صاحب خیلی عزیز و گرامی که با ما هستند دکتر صاحب نجیب الله عزیزی متخصص امراض داخله بسیار خوش آمدید دکتر صاحب صحبتان بخیر سلامت باشین عرض سلام خدمت شما و هموطنان عزیز ما ان در خدمت هستید سلامت باشین دکتر صاحب ابتدا در مورد حمله قلبی بر ما معلومات بدین که چی هست بسم الله الرحمن الرحیم ببینین ما یکی اصطلاحات تیبی داریم یکی هم او اصطلاعات را داریم که بین مردم عوام یا اونایی که غیر مسلکی هستند دکتر نیستن بین از اونا مروج است بحب. معمولا بین مردم حملات قلبی به دو نوع تشریح میشه یعنی اطلاق میکنن به دو حالت یکی حملات قلبی است و دیگه سکته های قلبی است در مورد فاکتورها و حالات مساعد کننده حمله قلبی دکتر سای بر ما معلومات بتین که چه موارد سبب میشه که حمله قلبی بر یک شخص کاملا مساعد شه خوب یکی ما ریسک فاکتورا یا های خطر بر شخص داریم یکی هم های تشدید کننده داریم های خطر معمولا او حالاتی هستند که با مرور زمان میتونن باعث سکت ها و حملات قلبی شوند خب امراض زیادی است که میتونه باعث حملات قلبی شوه و چیز دگه که ما بنه فکتورهای تشدیدکننده داریم ای پیش کسهایی است که اونها حملات قلبی ره گذشتاندهن تجربه کردهن و بعضی حالات سبب میشه که اینا حمله پیش از اینا واقع شود اونا معمولا پرخوری از کسایی که مقدار زیاد غذا میخورن کسایی که با هوای بسیار سرد مواجه میشن کسایی که فشارشان دفتن بلند میره کسایی که بین قلبی پیششان به وجود میه کسایی که کمخونی ها و صورت حاد پیششان به وجود میه این اشخاص معمولا پیش از اینا حملات قلبی تشدید میشه یعنی از قبل مریض حمله را سپری کرده یا تجربه کرده به تعقیب از که با این حالات مواجه میشن اینا حمله پیششان واقع میشه و همچنان استرس یا هیجانات هم میتونه یکی از فاکتورهای تشدید کننده امراض قلبی بسیار خوب تشکر دکتر صاحب <تصفح> حالا دکتر صاحب در مورد راه پیشگیری از حمله قلبی صحبت بکنین که با کدام روش ها افراد که بیشتر فاکتورهای خطر امراض خود دارن و در خطر حمله قلبی قرار دارن چطور میتونن پیشگیری بکنن خب یکی ما در قسمت پیشگیری حرفای برای کسایی داریم که اونا مشکلات یا امراض را از قبل دارن مثلا دیابت دارن فشار بلندی خون دارن امراض را قبلا ذکر کردیم یکی نزد اونایی که اونا مریض نیستن مشکل صحی جدی ندارن پیش خود پیش از اونا گفتم میشه خب در حدود سه سال که من در انجوگرافی کار کردم و معمولا در اوج کسایی را ما تحت عملیات می گرفتیم که اونا بندش شیریان قلب و حملات قلبی را تجربه کرده بودن ما علاقه داشتم که اینا را معمولا پرسان بکنم از عادات از اینا از امراض از اینا پرسان بکنم اکثرا ما به چیزای برخوردم که ای اشخاص اکثرا یا کسایی بودن که البته در قسمت جوانا بر شما میگم بسیار خب. اکثرا کسایی بودن که اینا اکثریت از اینا از یک قطی و دو قطی زیاتر زیادتر میکشیدن در طول روز و یا هم کسایی بودن که اونها عادت گوشت خوردن از یاد داشتن ام. گوشت سرخ بسیار زیاد میگرفتن معمولا در معافل می یا کسایی بودن که سطح زندگی بالا داشتن اونها از گوشت زیاد استفاده میکردن یعنی <تصح> در 24 ساعت در سه وقت غذای از اینا دو وقت از اینا گوشت می اینا را هم از دیدم که اینها به حملات قلبی مواجه شده بودند ولی سگریت نزد جوان ها خیلی مهم است ما حملات قلبی پریماتور یا قبل الوقت را داریم او معمولا نزد کسایی است که والدینشان قبل از سن چل سالگی اونا مشکلات اسکیمی قلبی را داشتند و کسایی که والدینشان از چل به بالا مشکل پیدا کردن او کسبی است نظر به سن است بله راه های پیشگیری از اینها معمولا کسایی که سگرت زیاد میکشند یا کم بکنن یا قطع بکنن کشیدن سگریت ها کسایی خواب. که از گوشت سرخ استفاده میکنند که اونا هاوی مقادیر زیاد از لیپو است اونا را کم بکنن باید از گوشت کم استفاده بکنن بهترین راه و خوبترین راه را، که هم بتانیم ما هم وجود خود حفظ بکنیم اندام خود حفظ بکنیم صحت خود حفظ بکنیم سپورت است. بسیارا. در هر مرحله در خصوصا کسایی که جوان هستند در مراحل نوجوانی گفته میشه که تحقیقاتی که صورت گرفته پروسی است که قلب گفته شده که حتی از دوران قبل از مکتب شروع میشه که آیستا آیستا رفت میکنه شما ببینید کسایی که از ابتدا تا انتها را اونا زندگی آرام دارن فعالیت فیزیکی و سپورت نمیکنن اینا دیگه تقریبا 100 فیصد در خطر هستن بهتر می است که امو سپورت را که ما در نوجوانی میکنیم او سپورت مفاد ازی حتی تا, تا 90 سالگی و 100 سالگیش برای ما میمانه آها، از خطرها ما را جلوگیری میکنه رژیم غذایی خود ما باید خوب ایار بکنیم مثلا بیشتر ما از سبزیجات استفاده بکنیم بیشتر ما از میوه استفاده بکنیم نسبت به ای که ما از گوشت استفاده کنیم از لبنیات زیاد استفاده کنیم مثل مسکه و زردی تخم و اینا مهم. که مزر هستن خب در قسمت کسایی که مریض هستند مثلا فشار خون دارن شکر دارن بر از اینا توصیه میشه که اینا میتونن بسیار به خوبی جلوگیری بکنن از حملات قلبی بحب. مثلا کسی که مرض شکر داره اگر شکر خود بسیار کلوز و تایت کنترل بکنه مطمئن باشین که اونا به حملات قلبی نمیرن کسایی که فشار خون بلند دارن اونا هم باید همی فشار خون خود بسیار اما تایت کنترل بکنن بعضی کسا به این عقیده هستن که مثل سالای گذشته که مثلا سن اگر باشه یک شخص میگه من 60 سال هستم برای من فشار 160 نارمل است. فشار پایینی شما اگر ببینین شما 100 است یا 110 است میگه نظر به سینما نرمال است ولی این نظریات آل کاملا رد میشه کاملا در دست جهان رد میشه میگه هر کسی در هر سنی که باشه اونا فشار خونشان نباید از 120 بالا باشه زمانی با. که اگر شما از 120 بالا پیدا میکنین باید شما به تداوی از اقدام بکنین تشکر دکتر صاحب و در این لحظات از برنامه هم میخواییم که از دکتر صاحب نجیب الله عزیزی در مورد راه های تداوی حمله قلبی پرسان بکنم افرادی که به حمله قلبی مصاب شدن و در زندگی خود تجربه کردن چگونه دکتر صاحب اونها تحت تداوی قرار میتین؟ خب کسایی که حملات قلبی نزدشان به وجود میاد معمولا با درد صدری توام می باشند ولی چیزی که قابل ذکر است است که نباید ما حملات قلبی را صرف محدود به این فکر بکنیم که درد باید در قفسه سینه سی باشه و اون با. طرف چپ خب گفتم میشه که معمولا دردهای حملات قلبی در ناحیه retroرو یا یادم قسمت استخوان وسطی قفسه سینه وجود میند معمولا انتشارشان به طرف دست چپ و قسمت فک پایینی می‌تواند باشد و قسمت پایین اگر انتقال می‌کند تا قسمت سره یا ناف انتقال میکنه از او پایین تر و از فک پایینی هم بالا نمیره یا از زنخ تا قسمت لب از لب به بالاتر نمی‌تواند بره. خب در این حالات است که مریض باید متوجه شود که ما مشکل دارم و باید به شفاخانه مراجعه بکنن بسیار خوب ولی ما حملات اتیپیکل داریم که خطرناکتر از حالات تیپیکال یا وصفی است خب معمولا گفته میشه که یک مریض سکته قلبی یا حمله قلبی میتونه با یک گرفتگی صدر مراجعه بکنه بح. صدر مریض یک گرفتگی و گرنگی احساس بکنه دردش نباشه میتونه مریض با دردای در قسمت میده پیش دکتر مراجعه بکنن میتونه این مریضا با یک درد شانه چپ پیش دکتر مراجعه بکنه این مریضها میتونه با یک احساس فشار در قفسه صدری بله، احساس بکنه و نزد دکتر مراجعه شکر. بکنه و خیلی کوتاه هم در مورد تداویش که فرصت بله. کم است خوبی است که فعلا همی پروسیجرهای حملات قلبی در کشور موجود داره مثل انجوگرافی و انجوپلاستی که استنت داخل شریان گذاشته میشه و مریض فکر بکنه که هیچ مشکل نداره از قبل مشکل نداشته راه حل بسیار اساسی است که الا 90 دقیقه رسانده شد و بهترین تایم است ولی اگر از او بیشترم میشه میتونه مریض نفع ببره از پروسیجر انجوگرافی و انجوپلاستی ولی راه های تداوی دوایی هم وجود داره بهتری است که بسیار به زودی باید مریض رسانده شود و به شفاخانه تا ای که امو گولدن تایم یا تایم تلایی از پیش مریض زایی نشود هر آن کاری را که ما برای مریض سکته قلبی یا حمله قلبی میکنیم این است که ما در ظرف 3 ساعت باید برش خدمت بکنیم و کار بکنیم یک دنیا تشکر دکتر صاحب از حضور شما در نبض سلامتی صبح و زندگی از اینکه وقتتون بر ما دادین و صحبت های را با ما بینندا شریک کردین شکر شما باشیم. سلامت باشین شما و هموین افغان از منطقه کارت چهار شهر کابل تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین